دوستان عزیزم و سلام، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز در خدمتتون هستم با دستور یک غذای مکزیکی که با مرغ آماده میشه. هم راحته هم خوشمزه است. بریم با هم درست کنیم. در مرحله اول یک عدد پیاز و نگینی خرد میکنیم و بدون روغن کمی اونو تو قابلمه تفت میدیم. آب پیاز که گرفته شد بهش روغن اضافه میکنیم. کمی روغن اضافه کنید و 2-3 دقیقه اونو تفت بدید. وقتی که طلایی رنگ شد زردچوبه بهش اضافه کنید و دوباره 2-3 دقیقه اونو تفت بدید. حالا مرغ ها رو روی اون میذاریم. من از یه تیکه سینه و یه تیکه رون استفاده کردم. کمی که مرغامون طلایی رنگ شد اونا رو بر میگردونیم. حالا تو این مرحله بهش ادویه جات اضافه میکنیم. پودر کاری، قاشق چایخوری، فلفل سیاه، یک قاشق چایخوری و 1.25 قاشق چایخوری و هم که نمک اضافه میکنیم و دوباره اونو بر میگردونیم. حالا به اندازه کافی آب تو قابلمه اضافه میکنیم تا روی مرغ ها بیاد و میذاریم مرغ رو پخته بشه. من یک عدد هویجم اضافه کردم که در کنارش سوپ درست کنم. 1.5 ساعت مرغ ما پخته میشه. از طرفی توی یه مایتابه کمی کره همراه با فلفل دلمه‌ای خرد شده اضافه می‌کنیم و اونو کمی تفت می‌دیم. 200 گرم قارچ رو به صورت خلالی خرد می‌کنیم و به فلفل دلمه‌ای‌هامون اضافه می‌کنیم. 2-3 دقیقه تفت بدین که آب قارچ از بین بره. حالا تو این مرحله که نمک و فلفل سیاه بهش اضافه می‌کنیم. کمی هم فلفل قرمز اضافه کنید که طعم خوبی به این غذای مکزیکی میده. اونو 1 دقیقه تفت بدین. حالا مرغ‌هایی که پخته شده ریش ریش کنید و به مواد سبزیجاتون اضافه بکنید. 1 قوطی کنسروم به مایتابتون اضافه کنید و همه مواد رو با هم مخلوط کنید. این غذا رو میتونید با گوشت چرخ کرده همو درست کنید. طعم خوبی میگیره. تو این مرحله حدوداً 2 قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه کنید و اونو کمی تفت بدید. الان مواد مرغ و سبزیجات ما آماده است. میریم تو مرحله دوم. یک پیرکس مستطیل شکل رو انتخاب میکنیم. کمی روغن توش میرسیم و با بروس اونو پخش میکنیم. من از نون مکزیکی یا تورتیلا استفاده کردم. شما میتونید نونی که لواش هم استفاده کنید. یه دونه نون تورتیلا رو میارید و حدوداً 2-3 قاشق از مواد مرغ و سبزیجات روی نون پهن میکنید. حالا یه مقدار رو پنیر پیتزا روی مواد مرغ و سبزیجات می‌ریزیم و نونو به صورت رول در میاریم و اونو به ظرف پیرکسمون انتقال میدیم. اونو برگردونیم که قسمت که رول اون باز نشه. یک بار دیگه در ویدیو طرز رول کردن رو بهتون آموزش میدم. حدوداً 3 قاشق از مواد گوشت و سبزیجات روی نون پهن می‌کنیم. کمی پنیر پیتزا روش می‌ریزیم و اونو با دستمون رول می‌کنیم. سعی کنید که مواد از کناره‌های نون خارج نیاد. اینم رول آخرمون که توی پیرکس گذاشتیم. حالا میریم یه سس برای روی اون درست میکنیم. 1 قاشق آرد رو
در یک قابلمه کوچیک کمی تفت بدید تا از خامی ها بیرون بیاد. 50 گرم کره بهش اضافه بکنید و دوباره یه 2 دقیقه اونو تفت بدید. یه پیمان شیر بهش اضافه کنیم که من ابتدا نصف شیر رو اضافه کردم، کمی که مواد جوش خورد و به غلظت مناسب رسید دوباره نصف دیگه پیمان شیر رو بهش اضافه کردم. حالا این سس ما به غلظت مناسب که رسید بهش نمک و فلفل سیاه اضافه بکنید و اونو مخلوط بکنید. حدوداً 10 دقیقه طول میکشه که سس شما پخته بشه و آماده بشه. کمی که غلیظ شد سس شما آماده است. حالا این سس رو روی رول ها میریزیم. این سس باعث میشه که غذای ما خشک نشه، چون که این غذا رو ما تو فر میذاریم. این یه نرمی خاصی به این غذای مکزیکی میده. خوب همه جا رو با این سس آغشته میکنیم و رویمون میریزیم. حالا روی اون پنیر پیتزا بریزین که هنگام پخت شکل زیباتری به این غذا میده. حدوداً 1 تا 1.5 پیمانه پنیر پیتزا روی اون بریزین. به مدت 45 دقیقه در دمای 360 درجه بذارید توی فر پخته بشه. نیازی نیست روی اون فویل رو بکشید، همینجوری سرباز در فر بذارید. الان غذای ما آماده است. امیدوارم درست کنید و از خوردنش رو لذت ببرید. دوستان عزیز که تازه این ویدیو رو میبینن، خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب منو همراهی کنن. هر سوالی داشتن کامنت بذارن، در اسرع وقت من پاسخگو هستم. اینم غذای خوشمزه ما. به این شکل اونو سرو بکنید. تا 1 غذای دیگه و 1 ویدیو دیگه، خداحافظشون.